زن و مرد هراتی علیه طالبان بسیج شدند. به نام خدا و با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال افغان نیوز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی 8 صاحب، اسماعیل خان از باشندگان هرات خواست تا زن و مرد علیه طالبان بسیج شوند. اسماعیل خان که فرماندهی نیروهای مقاومت مردمی را به عهده دارد، از باشندگان هرات خواست تا زن و مرد علیه طالبان بسیج شوند. او امشب در پیام خطاب به باشندگان هرات گفته است که شهر ما در لحظات دشوار و حساس قرار دارد و دشمنان مردم افغانستان با تلاش مضاعف می خواهند که مردم را تحت فشار قرار دهند و به این ترتیب در کمربندهای شهر مشکلات ایجاد کردند. اسماعیل خان گفت در این شرایط مسئولیت زن و مرد هراتی است که به پا برخیزند. به گفته اسماعیل خان، نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی از شهر دفاع می کنند و نمیگذارند که برای شهر مشکل ایجاد شود. اما ضرورت است که در این شرایط حساس همه در این شهر 5 میلیونی احساس مسئولیت کنند. اسماعیل خان خاطر نشان کرد که همه کسانی که امکانات و صلاح دارند به پا برخیزند و با نیروهای امنیتی و بسیج مردمی یک جا شوند. رهبر نیروهای مقاومت مردمی در حوزه غرب کشور افزود که باور دارد همه کسانی که توانایی دارند در این شرایط از شهر دفاع خواهند کرد و دستان لشکر جر و جهل را از هرات کوتاه می کنند. گروه طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته به بخش‌های از شهر هرات حملات خود را آغاز کرد که با مقاومت نیروهای امنیتی و مردمی بر رهبری اسماعیل خان مواجه شد. در جریان درگیری دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یوناما در هرات هدف حمله طالبان قرار گرفت که یک کشته و 4 زخمی از نگهبانان این دفتر بر جا گذاشت. یوناما خواستار وضاحت طالبان در این مورد شده است. صدها نیروی ویژه امنیتی در 4مین روز جنگ به هرات اعزام شدند. با این حال گزارش شده است که نبردها تا نزدیکی مرکز شهر رسیده است. معین ارشد امنیتی وزارت داخله که مدیریت نیروهای ویژه را به عهده دارد، از تغییر وضعیت در روزهای آینده خبر داده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. امید که زنگ آگاهی را فشار دهید.